مامانم ترکیبمو میچینه. امروز تصمیم گرفتم به مناسبت صد کای مامانمو بیارم توی ویدیو، از هر پست یه کارت قوی و یه کارت ضعیف بهش نشون بدم تا بهترین کارتو حدس بزنه. اما از اونجایی که اطلاعات فوتبالی مامانم در حد شناخت رونالدو و مسیه، میتونه بهترین ترکیبو برای مبارزه با بهترینای دنیا برام بچینه یا نه؟ خب حالا قبل از اینکه اصلا بریم سراغ ویدیو، بگو که از کلا فوتبالیستا کیا رو میشناسی؟ یه دونه رونالدو رو میشناسی؟ مسی. رونالدو، مسی. دیگه از ایرانیا کیا رو میشناسی؟ ایرانیا. اون پسر انگلیسی حرف میزد، جهانبخش. خب دیگه کیا رو میشناسی؟ طارمی. آزمون. دیگه همینا رو میشناسی؟ اینا که بهترن. یعنی اینا که تو ذهنت هست همینه. بله. خب اول میریم سراغ دفاع راست. الان شما باید بگی نسبت به حالا شناختی که داری کدومشون نمیدونم، صحبت کن، مشکلی نداره، صحبت کن. خب اینا همش ایرانی هست؟ ممکنه توش ایرانی هم باشه. خب پس آها، ممکنه ایرانیه مثلا قوی تر از خارجی باشه. خب همینجور منظورم به اینه که هر دوشون از چهرهاش مشخصه که خارجی نیستن هر دوشون. خب این یکی، خب سمت راست به نظر من. سمت راست؟ خب بله. چرا؟ خب واسه چی سمت راست؟ شاید مثلا این بچه کجا به نظره سمت راستیه؟ خارجیه. این خارجیه؟ گفتی این ایرانیه که؟ نه خارجیه. تو گفتی این ایرانیه؟ نه گفت. گفتی دوتاش ایرانیه؟ هر دوش ایرانیه. به نظرم چهرهش خارجیه. نه گفتم ایرانیه هن یا خارجیه هن. خب میگی کدومشون بهتره؟ به نظران در سمت راست شما، یعنی این بله، شما میگی بله، بهتر بله. این چپ من. خب چرا بهتره؟ خب یک چهرهش نگه ازم فکر کنم بشنسی اینو. رضاییان. ولی خب چهرهش یه جوریه که جذابه و تو اجتماع به نظر میرسه که جایگاه خاصی میتونه داشته باشه. چهرهش اینو نشون میده. خب الان رضاییان اومد تو ترک. میریم سراغ بازیکن بعدی، بازیکن دفاع چپ. یکیشون قویه، یکیشون ضعیفه. بلند بگو. هر دوشو ایرانی هن؟ ممکنه از آن دوتاشون خارجی باشه. یه باید حدس. خب شما یعنی توضیح نمیدید؟ نه خیلی. خب برای چپمون سمت چپ خودتون. سمت چپ خودم. بله بله. میتونی میگی اینا انتخاب کنی؟ بله. چرا اینا انتخاب کنیم؟ اولا که چهره بشاشی دارن. این نه چپ. این چپ منه. آها چپ شما. چون چپ شما خودم منظورم این بود. داره میگه قرمز تنشه. خب اینو شما میگی. بله چهره بشاش و شادابی دارن. این یکی. بله. خب یه آرامش خاصی تو چهرهشونه و هیجان. بله پر از هیجان. خب اینم میاد تا الان بد نبوده. خب میریم سراغ بازیکنهای بعدی، هافبک. خب اینا ببینم خب، که هر دوشون ایرانی هستن. نمیدونم اینا هروار نمیشه اینو بپرسی. خب نه خب میخواستم متوجه بشم که بهتر انتخاب کنم. نمیشه من تقلب نمیشه. شما باید خودت فکر کنی، باید به نشونه هاشون، رنگاشون بگم مثلا چپ و راست نگاه کنی ببینی چپ و راست. خب دست این بله راست شما که میشه این. بله خب جذاب. بله جذاب و خیلی مقتدر. خب یعنی این مقتدر نیست الان؟ ایشون بهتر بیشتر. این ایرانیه به نظره؟ نه خارجیه. خب باش اینم میاد تو ترک. تا الان خیلی خوب پیش رفت. حالا میریم سراغ نفر بعدی. این آقایی که صورت چهره به تنهایی نشون داده میشه، یعنی این. بله خب آرامش. بله بله آرامش کامل و خب الان شما از کجا میدونی که این قوی تره؟ شاید این قوی تر باشه. خب من ذهنیت من اینو میگه. آه یعنی این قوی تر. بله خب این همون جهانبخشه میگی من میدونی همون جهانبخشه. خب اینم میاد تر. میریم سراغ بازیکنهای دفاع. اینجا جاییه که شاید یکم به چالش بخوری. از اونجا باید حدس بزنی که کدومشون قوی تره. حالا شاید مثلا مثل قبلی باشه، دوباره همون راستیه قوی تر باشه، شاید هم برعکس باشه. شاید من بخوام گول بزنم. نه این آقای که چهرهش مشخصه. خب این فقط ایشون خیلی این میگی بهتره. بله. قوی تره و انگیزه تر. بله یعنی فوتبالش قوی تره. بله. این اینو شما میگی. بله حالت تهاجمی بیشتری داره. خب شما پس یعنی مخصوص این رو انتخاب کردی. فوتبال ایشون داده میشه. آه
خب حالا میرسیم سراغ یک گزینه دیگه که این رو گفتی میشناسم، یعنی این دوتا بازی کن، ولی باید بگی که کدومشون قوی تره. یکیشون رو که میشناسی، یکیشون سردار آزمونه، این آزمونه، این بله اینا که میشناسی، حالا به نظرت کدومشون قوی تره؟ شاید این از آزمون قوی تر باشه، شاید هم این از این یکی آزمون قوی تر، خود آزمون قوی تر باشه. واقعا آزمون انتخاب میکنی؟ خب شاید این قوی باشه. نه خب آزمون از نظر من همیشه چهرهش مشخص میکنه که کنه شما ایرانی ها رو انتخاب میکنی، از سردار آزمون انتخاب کنی. بله کاملا. واه ای بابا. خب یکی از کارتایی که بهت نشون میدم، یکی از اینا، حالا تو به کلن سریای جلوتر که بهت نشون میدم، یکی از اینا دشمن خونی رونالدوه، بعد به رونالدو بی احترامی کرده، نظر شما چیه؟ به نظر من اصلا تویی کردن یه کار زشتیه، هر کی هم بخواد صحبتی بکنی نظری بده باید با احترام باشه و روی حساب کتاب صحبت کنه. خب حالا در ادامه تو ببین ادبی کنه، بگو به نظرت کدوم اون بازیکنی که بی احترامی کرده به رونالدو در ادامه پیداش کن، ببینم میتونی پیدا کنی یا نه، اونم در ادامه تو کنار ذهنت باشه، اونم پیدا کنی. بله حالا از بین این دوتا بله. شما باید بگی کدومشون قوی تر. خب مسلمه کی؟ رونالدو بله. کدوم رونالدو؟ اینه سمت راست شما. خب چرا این نه؟ این بنده خدا چرا نه؟ ایشون که اصلا نمیشه روش صحبت کرد، واقعا شناخته شده. این به نظرت کجاییه؟ این یکی، این به نظرت میگم مازندرانی. واه درست گفتی اینو. این ما همون باشگاهی که ما میرفتیم میومد چیز میکرد، بازی میکرد. خب به هر چهرهش مشخصه، آرامش خاصی. خب پس شما این رونالدو رو انتخاب میکنید. اما برای کار اصلا چهره ایشون یه چیز دیگه است آقای رونالدو، اصلا حرف نمیشه. رونالدو هم میاد. خب و همون در کنار ذهنت بله. باشه اونی که به رونالدو بله. بی احترامی کرده بود و پیدا کنی. میریم سراغ نفرات بعدی. خب هنوز نرسیدیم به اون مراحل. نه اونو دیگه باید پیدا کنی، چند تا کارت بیشتر نمونده. خب الان باید بگم یعنی اونو؟ نه اونو فکر کن دیگه، الان باید ببینی کی قوی تره. این چم شبیه که تارمی میشناسی بله. این ممکنه از تارمی قوی تر باشه، همین اینشون، این از تارمی بله. قوی تره بله. به نظره چرا بله. خب بازم مثل داستان آقای رونالدو که گفتم تهاجمی و اون شدت و عدت که در چهره مشخص میکنه در ایشون خیلی بیشتره. آها یعنی تارمی اون چیزه رو نه نظر. اون نه این چهرهش مشخصه، انگیزش بیشتره دقیقاً. خب موفقیتش بیشتره، درجه موفقیتش. خب حالا میرسیم به اینجا. از بین این دوتا کارت که دارم نشون میدم، یکیشون اونایی که به رونالدو بی احترامی کرده بود، یکی اینا بود. به نظرت اول بگو کدومش به نظرت به رونالدو بی احترامی کرده بود، بعدم بگو کدوم قوی تره. دست راست شما، این به نظر این به بی احترامی کرده بود، این که نیماره نمیشناسم چون اسمش خب به نظرت این بی احترامی نه کرده نه. بود دست چپ شما فردیه که توهین کرده، ولی دست چپ راست شما موفقیتش بیشتره. بله تو کارش موفقه. آها این بی احترامی به رونالدو رو درست حد زدی. بله ایشون بود هم ملیتی خودش هم از پرتغالیه ایشون که به بی رونالدو بی احترامی کرده و جوان‌تر هم است. توی هر کاری که بخواد بی احترامی به هر کسی بعد دیگران بکنه کار درستی نیست. بله اینجا جای لگد رونالدو هم گذاشتم بهش زده، این لگد زده این لگدش مشکل نداره، خدمتشون خواهیم رسید براشون دارم لگد رونالدو. خب نیمار رو شما انتخاب کرد، میرسیم سراغ آخرین گزینه ها، سراغ دروازه‌بان. دروازه‌بان خیلی مهمه که واقعا از بین این دوتا هر کدوم رو انتخاب بکن خیلی مهمه، کدوم قوی تر واقعا خیلی مهمه. دست راست شما این بله این کیه؟ این خوبه ولی خب به نظر من ایشون قوی تره. چرا خوب این قوی تره؟ چهره نشون میده که میتونه توپو بگیره. این بله. او یعنی این نمیتونه نه اون قوی تره، او یعنی این بیشتر میتونه بگیره. بله دقیقا، یعنی اگر روی نمره هم حساب بکنه ایشون میگه 20-20. خب این خیلی خب میرسیم سراغ گزینه آخر. شما باید حد زدنی کی؟ آقای مسی. مسی رو میشناسی؟ بله. خب به نظرت حالا مسی قوی تر یا این؟ شاید این هم مسی قوی تر باشه. خب اینو نمیشناسن که شاید مثلا میگن مثلا میگن مسی پیر شده نمیتونه بدوه. نه من کاراشو دیدم و کاراش عالیه، یعنی شما هم رونالدو رو حتی سنش بالاتر هم بره توانایی اینو داره که با موفقیت کاراش انجام بده. ایشون 20 از مسی انتخاب شد. خب بگم چه نمره ای میگیری در کل از بین انتخابایی که کردی چه نمره؟
ترینینگی حدوداً از حدود مثلا 11 نفر 7 تاشو درست گفتی، 7 تاشو درست گفتی ولی 4 تاشو غلط گفتی. نمره شما از 20 چون نمره 16 17 رو میگی 16 من کوتاه نه به نظرم 16 17 دیگه نه 16 7 موردشو درست کرد عدد 17 میگیره. نه خان شما بخوای اینجوری کنی من نمره کمتر میدم 15 میدم. من خودم از شما الان نمره کم میکنم چه نیاد رو من حرف بزنه. نمره 17 نهایتش 17. دفعه دیگه هم دوست داری بیای تو ویدیو؟ حتما ان شاء الله اگه دوست داشته باشه حتما باز دعوت کردی. قربان شما زحمت کشیدی ان شاء الله موفق باشین همه جوانا تو همه کارا موفق باشن سلامت باشی ان شاء الله هر کسی این ویدیو رو میبینه خوششون اومده باشه حداقل به فرد که پسر ما هم باشه به فعالیت میکنه یه ایجاد انگیزه بشه ایشون هم یه انگیزه بیشتری بگیره. کی انگیزه بگیره؟ نه پسر من بیشتر. بله شبتون بخیر. حالا با تیمی که مادر برامون چیده به سمت بازی اول میرویم. حریف اول دیویژن 2 لیورپول مقابل تیم مادر. این اصلا که ما هم ترکیب حریف مهاجماش خطرناک ترین خط حمله ان ولی دفاعش نه. برو بریم مادر چورو کن بده اینجا جام بخش برو جام بخش تو رو خدا جام بخش شوت تو بزن وو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 و
بده من بیشرف بده اینجا پاسو. اوه جامق چه حرکتی زد جامق، تو عمرم ندیده بودم این پاسو. رفاسه شوت زنی تیر اون برو میبیند میتونه دیگه خودم. نه جامقش جامقش رفتی واسه ارسال. ارسال رو سر صدر آزمون هدو میزنه. بابا چجوری داره در میاره اینا رو؟ وای دفاع داره خالی میشه. این کیه رامین رضایان چرا راست اومده چپ؟ قربونه داداش زیبا شما دفاع کردی. نیمار علیرضا جامخش اونجا راه میندازه. علیرضا جامخش میتونه بره واسه ارسال تیر دوم. توپو چیکار داری میکنی جامخش؟ چیکار داری میکنی؟ بده رونالدو رولو بده عقب بزن آزمون توی دروازه پاس رونالدو دو بر هیچ. سردار آزمون اصلا میتونه شوت کنه. آزمون در میاره. دفاع خالی شد اوسیمن داره میره بگیرش. وای غلطی نمیتونی بکنی. وای خواهد تو سرت. کجا زد یارو؟ بابا آخه تو آدم پشت دست بودی. سر تو از کریستیانو رونالدو به سمت داخل میاره. رونالدو از همونجا شوته چو میزنه تیر دروازه برگشت ریباند جهامرد گل. آفساید شد. بوتا گولامون آزمون زده. من میگم آزمون بد بازی میکنه. مادر میدونست آزمون انتخاب کرد. رونالدو میچرخه شوتش میگیره بازم. خطرناک شد. نه بیا و تمام. بازی اول 3-0 میبریم. توی بازی اول آزمون بهترین بازیکن زمین شد و از میوی که ترکیبمون واقعا عالی بود و داد جواب میداد. عوضش نکردیم و به سمت بازی دوم رفتیم و ما حریف دوم دیویژن 1 سپاهان ایرانیه یارو. اما ترکیب حریف ضعف تیمش هافبک دفاعیشه. برای اینکه بتونیم نقطه ضعف تیم خودمون رو برطرف کنیم نیمار رو یه مقدار به رونالدو نزدیک کردیم و بردیمش جلوتر. علیرضا جانبخش ارسال چه انجام میده. کریستیانو رونالدو هدشو میزنه گل نمیشه. اونجا برمیگرده توپ. خطرناکه. ببین وقتی دیویژن 1 یعنی کارشو بلده داداش. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. آخه دارم بهت میگم دیگه باید حواسمون جمع بکنیم. تیم مشکل اساسی داشت و نمیتونه سوپر رو خوب به جلو برسونه. بنابراین نیمار کنار مسی به هافبک اضافه شد. وای رونالدو گلش کرد. رونالدو نه. وای داشت چند اشتباه میکردن. بزن مسی بابا نمیشه اصلا همچین چیزی. وای گل خوردیم. اصلا رونالدو هد نزد. یه هد رونالدو نزد تو این بازی. خدا بازی دومو خیلی ناباورانه باختیم. پس باید به فکر چاره می بودیم. این بار ترجیح دادیم ترکیب رو عوض کنیم و مسی و سردار آزمون رو هافبک بذاریم. چاره ای نبود و مرگ آخر دیبینر سه. اوه عرب افتاد به ما آقای زامارانو. النادی الفریقی ترکیب حریف بدبخ شدیم. از اونجایی که حریف واقعا داشتش هجومی بازی میکرد سردار آزمون اومد عقبتر و کنار پیلو و مسی هم یک مقدار عقبتر. بزن رونالدو توی دروازه کی زد؟ علیرضا جانبخش یکی بر هیچ. بگیری نشوت یا اول وزویران باید دفش بکنیم. بزن رونالدو هدو. آزمون
نشوت. وای رفت واسه ارسال، رفت واسه ارسال، رفت واسه ارسال، رفت واسه ارسال. وای پاس نده، پاس نده. وای نه نه پتر توک. وای از اونجا که حریف داشت خیلی حمله میکرد، حریف داره که مسی رو یه مقدار عقبتر بیاری. رونالدو شوتو تو بزن. وای باورم نمیشه این گل نشد. رونالدو بده عقب، بده عقب، بده عقب، بشوت، بزن، بزنید آسمون. نیمار، 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 نیمار. ارسالش کن. رونالدو میتونه هدو بزنه. تیر دروازه دوباره خود رونالدو. شوت کن مسی شوت. بابا مگه میشه؟ اصلا امکان نداره اونجوری توپ اینقدر پله کنه و در بیاره توپو. خود مسی این دفعه میخواد کارو تموم کنه دیگه. شوت مسی. تیر دروازه است. پس مگه میشه؟ دو تا تیرک. حریفش خیلی خوب حمله میکرد. حالا دیدیم که سردار آزمون رو دی ام اف کنیم. و سختی کار بمون این بود که هیچ بازیکنی رو نمیتونستیم تعویض کنیم. توپ رو میگیره اونجا، میتونه پاسو بده به نیمار. پاس به نیمار میرسه اونجا. نیمار همون رو شوت میکنه. از گوشه‌ها داره میزنه به سمت عمق دفاع ما. خطرناک میتونن باشن. توپ رو در بیاره. کاپیتان تیم ما تمام. یک بر هیچ برای ایران. پدرشک بتنیم بازیکن زمین شد. سه امتیاز از آخرین بازی با دست آوردیم. اگه از این ویدیو لذت بردین، دوست دارین واسه مادر توی ویدیوها بیاد، حتما این ویدیو رو لایک کنید.